This exhibition inspired by the East. این نمایشگاه با نام متأثر از شرق درباره داد و ستد غرب و شرق در سالهای متمادیه. معمولا نمایشگاه‌هایی که به شرق‌گرایی یا اورینتالیسم می‌پردازند بیشتر درباره نقاشی‌های سده 19 هستند. اما ما اینجا تلاش کردیم که ریشه‌های شرق‌گرایی را از سده 15 دنبال کنیم. بخش اول نمایشگاه به دو دسته تقسیم میشه: نقاشی‌های رنگ روغن و اشیای فرهنگی. نمونه ای از این اشیا یه بشقاب سرامیکیه که تئودور دک اون رو در سده 19 ساخته. او یک سرامیک کار فرانسوی بود که در مورد تکنیک های مختلف ساخت سرامیک پژوهش میکرد. او یک بشقاب از شهر ایزمیک ترکیه رو کپی کرده. اینجا میتونی هر دو رو ببینی. با وجودی که 300 سال اختلاف بینشون هست، ولی تقریبا هیچ تفاوتی با هم ندارن. Both on display, so we see the difference in 300 years, but they're nearly identical. So also some of the early examples. برخی از نمونه‌های رد و بدل‌های اولیه هنر شرق و غرب رو می‌تونید توی آلبوم‌های لباس هم ببینید. این یه روش خیلی رایج در سفرنامه‌ها بود. یه جور علاقه به مستند کردن قوم نگارانه شرقی‌ها در این دوره وجود داشت. برعکس اون رو هم میتونید اینجا ببینید. مثلا هنرمندای صفوی اروپایی‌هایی رو که برای ماموریت‌های سیاسی به ایران می‌اومدن با لباس‌های فرنگیشون تصویر می‌کردن. بنابراین یک علاقه دو طرفه در تصویر کردن دیگران وجود داشت و تلاش برای اینکه از راه هنر همدیگر رو درک کنن. This is really the height of Orientalism. سده 19 اوج شرق‌گرایی به عنوان یک جریان هنری بود که با ایده رمانتیسیسم هم در ارتباط بود. گاهی ایده های استعماری پشت اون وجود داشت و گاهی هم علاقه صرف به سفر کردن و مستند کردن ناشناخته ها. مثلا نقاشی بناهای معماری و طراحی نقشه. شرق‌گرایی در اون مایه رایجی در این دوره بود و بازار خوبی هم براش وجود داشت. این مربوط به زمانی در اروپا است که سکولاریسم افزایش پیدا کرده بود و جامعه در حال صنعتی شدن بود و شاید مردم دنبال گریز به یک گذشته گم شده رمانتیک بودند. توی این نقاشی‌ها توجه زیادی به بناهای معماری قبل و بعد از اسلام و حتی مسیحی وجود داره. یک نمونه اون مسجد جامع دمشق که توی اون از زیر یکی از ایوان‌ها به صحن مسجد نگاه می‌کنی. اغراق زیادی در نور پردازی شده و میشه گفت که یک تصویر رمانتیک شده است، ولی در عین حال مسجد رو واقع گرایانه تصویر کرده. بنابراین به واقعیت از یک لنز رمانتیک نگاه کرده. توی بخش بعدی تلاش کردیم تا نگاه رو برگردونیم و به نگاه شرق به غرب بپردازیم. این بخش به طور خاص به امپراتوری عثمانی در ترکیه و سلسله قاجار در ایران متمرکزه. عکاسی و پورتره نگاری دو تکنیک غربی تاثیرگذار در این دوره بوده. به خصوص در قاجاریه میبینیم که علاقه زیادی به واقعیت گرایی اغراق شده وجود داره. حاکمان رو میبینیم که بر ویژگی‌های شخصشون تاکید شده و تصویر شاه روی دیوار ساختمان‌ها قرار میگیره و یا پوشیدن نشانه‌های سلطنتی و افتخاری که برای احترام بیشتر در دربار به کار می‌رفته. بنابراین نوعی پروپاگاندای تصویری در این دوره رایج میشه. ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایرانی که به لندن سفر میکنه. در اونجا از انگلستان یک نشان افتخاری دریافت میکنه و وقتی برمیگرده با الهام از این مدال نشان افتخاری خودش رو درست میکنه. یعنی نشان خورشید که اینجا یک نمونه از اون رو میبینید. Our last section, which is four female contemporaries. بخش آخر نمایشگاه به چهار هنرمند زن معاصر می‌پردازه که در کارشون ایده شرق‌گرایی در جهان امروز رو نقد می‌کنن. همینطور ایده زن در حرم، مسئله هویت و ملی‌گرایی رو نقد می‌کنن. So we've got Shirin Neshat. شیرین نشاط یکی از این هنرمنداست که کارش درباره هویت و قدرت دادن به زن هاست.
همینطور للا سعیدی، رائد سعاده و این شیفنر که اونها هم میراث پابرجای شرق‌گرایی رو نقد میکنن و اینکه زنها امروز چطور بازنمایی میشن، اینکه چطور میشه قدرت رو به زنها برگردوند. مثلا در نقاشی های سده 19 همی که به دست مردهای غربی کشیده شده، زنها رو میبینیم که منفعلن و در یک محیط مجلل لم دادن، ولی اینجا میبینیم که در یک محیط کاملا توهی به ما خیره شدن. دلیل زیادی وجود داره که چرا غربی ها به شرق علاقمند شدن، اما لزوما همیشه منفی نبوده. گاهی ایده های استعمارگرانه پشتشون بوده، اما گاهی صرفا به دلیل علاقه به سفر کردن و شناخت بوده. امیدوارم که ما با در نظر گرفتن نگاه شرق به غرب نشون داده باشیم که این رفت و برگشت دو طرفه و سیال بوده. گاهی فراموش میکنیم که این تبادل بین غرب و شرق به گذشته خیلی دور برمیگرده و مهمه که از طریق اسناد هنری این رو نمایش بدیم. And it's important to see that through the documentation of art.